بالاخره انتقال امیر تتلو از انفرادی به بند عمومی پیش زندانی‌های معروف دیگه. خیلی ایران، خارج ایران. ماجرای پیشنهاد به تتلو برای بازی در یک فیلم ایرانی. اختیار تیم تتلو به مسئولین و درخواست فیلم از تتلو. شرمنده کردن هواداران تتلو توسط حسین تویی و حمایت از تتلو تو روزایی که همه با تتلو بد شدن و کلی اتفاق جنجالی دیگه که در ادامه می‌بینید. خب همونطور که میدونید حدود 10 روزی است که تتلو به ایران اومده و بالاخره بعد از پیگیری‌های زیادی که توسط خانواده تتلو و تیمش صورت گرفته با خبر شدن که دیروز تتلو رو از انفرادی آوردن بیرون و بردنش پیش زندانیای دیگه توی قسمت عمومی زندان. جالبه که بدونید افرادی مثل میلاد حاتمی هم توی همون قسمت هستن و الان دیگه خیلی از زندانیای ناماشنای کشور اونجا با تتلو رفیق میشن. البته تتلو هم قبلا سابقه حضور در زندان رو داشته و یه جورایی بلدی که خودش و ذهنش رو کنترل کنه. تیم تتلو در مورد انتقالش از انفرادی نوشتن: خبر خوب، انفرادی تموم شد، به بند عمومی منتقل شد. فعلا اجازه ارتباط با بیرون نداره، اونم به زودی اوکی میشه. و هم از اون طرفم تو این وضعیت حسین تویی بارها از تتلو عکس و فیلم منتشر کرده تا ازش حمایت کنه و درست توی روزایی که تقریبا هیچ آرتیستی از تتلو حمایت نکرد، اولین کسی که پشت تتلو در اومد حسین تویی بود و یه جورایی گفت که تتلو اگه اشتباهم داشته باز نمیشه خاطراتش رو فراموش کرد و براش آرزوی بخشش و سلامتی کرد. و این در صورتی که توی سالهای اخیر همیشه طرفدارای تتلو به حسین تویی فوش دادن و بهش حمله کردن. البته خب رابطه خود تتلو با تویی همیشه خوب بود و با اینکه هی قرع و آشتی داشت، ولی در کل با هم اوکی بودن. طرفدارای تتلو که توقع داشتن بقیه آرتیست های نسل یکی از تتلو حمایت کنن، تاش دیدن که تنها کسی که پشت تتلو فقط توهیه. اما از این جریان که بگذریم، تیم تتلو در اقدامی جدید یه استوری رو خطاب به مسئولین گذاشتن و نوشته: از مسئولین جمهوری اسلامی میخوام تقابل احترام داشته باشن. میلیون ها طرفدار دو آتیشه امیر در سکوت هستن و آرام نگه داشتن این حجم از نگرانی کار راحتی نیست. شما باید برای آرامش قلبی میلیون ها طرفدار، امیر رو با صدا و چهره خودش به طرفداراش نشون بدید و از حال این هنرمند دیگران و طرفداران رو آگاه کنید. امیر آدم معمولی نیست، یک آرتیست بزرگ هست و متعلق به میلیون ها انسانه. اینکه بنده چندی روز به این طرفداران عشق دادم و جلوی هجوم اینا رو گرفتم باید جواب داده بشه. امیر تتلو فقط مختص به خودش و خانوادش نیست، بلکه میلیون ها طرفدار میخوان از حال امیر با خبر باشن و این کار سختی نیست که امیر خودش بیاد جلوی دوربین و کمی صحبت کنه. و اما به تازگی یه ویدیوی قدیمی هم در مورد تتلو پربازدید شده که نشون میده تتلو وقتی ایران بود چقدر محبوب بود تا جایی که کارگردانای بزرگ ایران بهش علاقه داشتن و میخواستن بیارنش توی فیلم بازی کنه. سنتوری دو چی شد؟ حالا سنتوری دو چیزی نشده، داریم آماده میکنیم که امشاش بریم تو پیش داری. بله بله، بخش ازمش رفته. تتلو هم خوبه برای یه بخشی از کار. تتلو خیلی جواب میده و خوب هم هست برای این کار. آقای مدی هم دوست داره تتلو. چیریاس قبولش متعقاره، آدم با شخصیتیه. به مرگ مادرم چیز داوود مثلا سرمه سردار شهر نداره بیاد یه منطقه پایین تر همه انگشتش میکنه. یه شهر؟ سردار شهر؟ میگه سردار شهرم. منو خورده سردار شهره. من نمیدونم نصف ملت ایران و اینا کوکائینی کردن به جون مادرم. آفا اینا رو بگو، اینا رو بگو. آفا چرا اینا ایرانشون بازه میرن میان ما ایرانمون بسته است؟ آفا نه چرا این زدبازی اون چیا نمیخون؟ تتل البدبخ حالا چهار تا میمری خونده. سردار شهر چیه؟ با سردار این کاسه توالت خونه منم نیست. فقط یه بار فوش به ایشکی نداده. خیلی با شخصیته جای برادری. بابا میگم با کلماتش نابود میکنه. بابا حاجی ترش کردم میدونم، قشنگ میخونه، خیلی وقت نخونده. به من میگن سردار شهر. دهن سراغ امجی اولی واکسن کرونا ایرانی همون زد کونی وصله به اداره. میگم به اداره وصله 100%. آیه میره میاد کنسرت میذارن چوله مردم رو در میارن. گفتن اسم گروهشون رو عوض کنن تو کیش بیان کنسرت بذارن. فقط من نمیدونم این پشه مالاریا خرسه که پشه مالاریا از اون خوشگل تره اون چه رفت تو سرت بازی. خدا وکیلی هر وقت خرسه رو میبینم یاد پشه مالاریا میفتن.
اوف. ولی سپی بچه خوبی ها رفیقم ها، ولی تو میگی من این چی نمیگم، ولی پسر خوبیه. نه رفیقت هست آخه، یه بار گفته بود وحید قضایی اسمش رو میاری میترسی هم پشت اون ظاهر شه. بچه ها بدی نیست، بچه خوبیه، یه ذره زیادی. بعد بچه محله، بچه ستارخانه. بچه محله آقا داوود عزیز ماست. داشت تو با هر کی طرفی، منم طرفم، ولی من طرف نمیدنش که یه دونه آهنش قشنگه، گل من پیش که تو پاک میکنه، گل من رو من یادت میگفتم، گل من، گل من. رپ فارس باز رفت، فقط و فقط و فقط یاس، فقط و ویلسون مهرادیده، مهرادیده نو ویلسون، به خدا اینا خوبه. جی جی هم مغز متفکر اون گروه، ویلسون هم چون هیدن هم میه. تو شما میگید ما هم قبول میکنه. آره نه به خدا، اینا 10 تا دیس برام خوندن، نمیدونی الان برات میفرستم گوش کنی. الان دیسش میکنم سامان ویلسون کله چتت مادر حتی یه غازو برام خون دیگه، میگم رستوران نزنیم کافی چاپ. اسمشو بگو اینا که دیس خوندن، دیست کردن حمیدن زمون کس کچل ک. هیده گو نخور کوکاینی ک، میری میدوی فکر میکنی ورزشکاری ک تو دهنه تارزان کرده. میجایدن رپ و گذشته کنار راکستار میخونه خار. نه بابا کش پدر فکر میکنه واقعا ما نمیفهمیم که این عملیه. ما میفهمیم، ما میفهمیم. بله و ما میرسیم به دعوای جواد نکونام با صدا سیما که حالا یه موجی دیگه بهش حمله کرده و میگه که تو به عنوان مربی استقلال حق نداری بگی با صدا سیما مصاحبه نمیکنم. نکونام گفتش که من با صدا سیما مصاحبه نمیکنم و مجری بودن در یکی از شبکه‌های تلویزیونی یه نکته‌ای رو گفتن، حالا یه مقدار شوخی بوده، یه مقدارش حالا شاید جانبداری از یه تیم خاصی بوده، اصلا دلیل نمیشه که مربی یکی از مهمترین تیم‌های کشورمون بیاد بگه کلا من با صدا سیما مصاحبه نمیکنم. حالا درسته که شاید شما عصبانی شدین، ولی این جانبگیری و این موزگیری اصلا موزگیری درستی نیست. قرار نیست چون یه مجری یه چیزی گفته که شما خوشتون نمیاد، شما بیاین کلن فضا رو ببرید به سمت اینکه استقلال با صدا سیما مصاحبه نمیکنه. به نظر من اصلا حرف منطقی نیست. 100% همینطوره، سازمان همیشه موضعش مشخصه نسبت به این دو تیم و همیشه طرفدار فوتبال سالم و پاک هست و هیچ وقت جانبداری نمیکنه. اگرم موضع شخصی گرفته میشه کاملا شخصیه و اصلا ربطی به کلیت سازمان قطعا نداره. مجری های قرون دوزاری که میشنن نوار باشگاه بزرگ استقلال بی احترامی میکنن صحبت کنن. از این یادم خواهشان کنفرانس اگر دوربین صدا و سیما باشه هیچ صحبتی نمیکنن و حواستون باشه که به حال بی احترامی به شما اصحاب رساله خدای نکره. حالا در کل نظر شما در این مورد چیه؟ حتما نظرتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید. پس تا ویدیوی بعدی، بدرود.